نفر بعد واشینگ واشینگ هستی؟ بگو ماشین صدای من هست؟ بله هست. برو سر اصل مطلب میشه. و ضعیفه. سلام به شما، من خیلی خوشحالم بالاخره موفق شدم صحبت کنم. واشینگ صدات خیلی قطع بست میشه، اگه میشه سری برو اصل مطلب. یه کاربر 262 شما حدود دو سه هفته پیش بود که ایشون یه ورژن جدیدی از اسلام ارائه میداد، گفته مثلا این قوانین اسلام برای همیشه نیست و خود قرآن هم اینو گفته که این قوانین برای همیشه نیستن. من در مورد اون چند تا نکته خواستم بگم و یه سوال هم از شما دارم. اگه میشه خیلی سریع بگو، چون که ما بالای دو ساعت موندیم. اگه میشه کوتاه فشرده سر اصل بحث. کلش حدود دو دقیقه میشه. 30 ثانیه بگو. ببینیشون اول که گفتن قوانین اسلام برای همیشه نیست و خود قرآن هم اینو گفته کاملا اشتباه بود، چون آن سوره فتح آیه 23 و سوره احزاب آیه 62 دقیقا گفته این آیات این قوانین همیشگی هست. و یه مورد هم این بود که وقتی ازشون میپرسیدی در مورد یه آیه ای، هی میگفتن که آیه قبلش چی گفته یا آیه بعدش چی گفته، که این هم غلطه چون توی آیه ما سیاق نداریم، یعنی این که هر آیه خودش جدا جدا داره معنی مفهوم کامله و خودش میتونن حکم صادر کنن. اینو من قبول ندارم، چون من نمیدونم این برداشت شماست. من خیلی مسلمان ها میگن که نه تنها قرآن و آیه هاشو باید با آیه قبلی و بعدش بخونی، میگن حتی با حدیث و چیز، یعنی باید با حدیث هم تازه در نظر بگیری تا بتونی تفسیرش بکنی. این برداشت شماست، من نمیدونم. خیلی مسلمان ها با این حرف شما مخالفه. خب حالا من براتون یه مثال کوتاه که روشن بشه. ببینید مثلا آیه 27 و 28 سوره بقره رو اگه شما براش سیاق قائل شید، یعنی هر دو رو با هم بخونید، 27 28 و 29 رو با هم بخونید، اصلا مسئله معاد میرسه زیر سوال. خب یا اینکه به یه خط واضح میرسه، یعنی اینکه اون ببین واشین من اول واشین این بحث رو باید با یه مسلمان بکنیم، چون که ما که مثلا قرآن اینجا که قبول نداریم. ما اصلا فهم کنیم اسلام یه قصه است، اصلا وحی الهی نیست. یعنی ما بیام یعنی داری با ما اینو بحث میکنیم برای که ما بیایم از قرآن دفاع بکنیم، بعد تو بیا من نمیدونم چه جواب تو رو چطور ما اصلا قرآن جدی نمیگیریم به معنی کتابی که وحی الهی باشه. اینا حالا اینا مسلمان بخوام بیام بحث بکنم، منم رو باید اگه شما میخواید رو نقد بکنید، اگه ازش آگاهی خیلی بهتره به نظر من. ببین من به جای اینکه یه وقتی یه مسلمان میاد میگه که قرآن این اینجوریه اونجوریه میام حرف خودش رو نقد میکنم، به جای اینکه بگم نه بقیه مسلمان ها اینجوری فکر برداشتشون اینه و برای اینکه بقیه مسلمان ها برداشتشون اینجوریه بیام استانداردهای اونا رو استفاده بکنم بگم که تو حق برای همین تو حق نداری بگی این برداشت اینجوریه. من هر برداشتی که از قرآن بشه کاملا نشون بدم که چرا غیر منطقیه. هر جوری بخوام با یعنی هر مسلمانی حتی یه دین اسلام خودش فردی خودش هم داشته باشه که هیچ مسلمان دیگه قبول نداشته باشه، همون عقاید خودش هم میتونیم بهم نشون بدیم که چرا اشتباهه، بخاطر اینکه از قرآن چیز درستی در نمیاد. خب یعنی ما بیایم به جای اینکه بیانش بکنیم که این به جای اینکه یه مسلمان بیایم بهش بگیم نه اسلام تو غلطه بقیه مسلمان‌ها باید اختلاف نظر دارن، بیایم ببینیم چی حرف حسابش چیه، همون رو میام نقد می‌کنیم دیگه. حالا هر چی خواست بگیم. من اینجا با شما موافق که هر چی از این بیاد درست نیست و داشتم همین رو میگفتم. و اگر اجازه میدید من سوالم هم از شما بکنم. بکنم که شما میگید اینا رو یه جوری دیگر اتفاق نیفتاده این چیزا. باشین یه بار دیگه بپرس سریع چون قطع دست میشه صدا. سند تاریخی اسلام، تاریخ اسلام رو شما چند بار فرمودید که قبول ندارید، یعنی معتقدید که این اتفاقا لزوما نیفتاده. لزوما خیلی هاش نیفتاده، بعضی هاش سند داریم که اتفاق افتاده ولی خیلی هاش سند نداریم که افتاده.
درست. خب ببین الان مثلا یه سری اسنادی هست، مثلا سیره ابن هشام و ابو اسحاق فاصله اون تا زمانی که به سلام وقایع بوده درست مثل فاصله ما بذاره و صدات قطع میشه باشیم. سوالتو بپرس که بدارم سراغ نفر بچه، اصلا نمیفهمونه چی میگی. سوال چیه؟ این که دلیل این که شما از همین اسناد که خودشون برترین سنت برای نقد اسلام استفاده میکنید. خب من فکر کنم سوالت این بود که داری میگی که چرا این سند رو قبول ندارم. ببین فاصله این نوشته ها با زمان اتفاقات محمد مثل فاصله ما با ناپلئونه و خیلی از این نوشته ها، این خیلی از این حدیث ها 150 تا 200 سال هیچ کی ننوشته. اینا میان به هم اورال تردیشن استفاده کردن، یعنی با فقط به هم گفتن فکر میکنن این داستانا باقی مونده، میگن که ما باید باور کنیم. در صورتی که شما بیان قضاوت بکنین که اگه کسی داستان ناپلئون و زندگیش رو ننوشته بود، هیچ جا ننوشته بودن تا الان، تازه فقط به هم قصه گویی و درباره زندگی ناپلئون با هم صحبت کرده بودن و الان تازه امروز یکی روزی بخواد شروع کنه نوشتن این داستانا، چقدر اعتماد میکنین که این داستانا دقت درسته؟ خب اعتماد شما خیلی کم. تازه اونم زمان ناپلئون زمانی بود که مثلا چه میدونم خیلی نزدیکتر به ما، یعنی خیلی بیشتر منابع معتبر اینا بیشتر وجود داره. ولی اگه شما داستان ناپلئون رو تا حالا کسی ننوشته بود الان شروع میکرده به نوشتن، شما خیلی میتونین بگین که این به احتمال زیاد خیلی هاش قصه است و واقعیت نداشته. خب محمد هم کسایی که داستانش رو نوشتن، حدیثش کردن یا سیراش رو نوشتن، اینا کلی 150 تا 200 سال بعدش شروع کردن نوشتن. خب معلومه که اینا نمیتونه اون داستان های واقعی باشه، خیلی هاش این خیلی هاش فقط قصه است. درسته؟ درسته. من قبول دارم، من قبول دارم که اینا دقیق نیست، ولی همون چیزی که هست برای نقد اسلام بسیار مفیده از نظر من. آه بله، من که لازم نیست که ببین، من که لازم نیست اینا واقعیت باشه که ما بتونیم نقد بکنیم. خب فقط کافیه که مسلمان ها قبول داشته باشن این داستان ها درسته که ما بتونیم بهم نقدش بکنیم. خب این ما حتی اگه محمد حتی اگه وجودم نداشته، خب که من نمیگم نداشته داشته، ولی حتی اگه وجودم نداشته، تا وقتی که مسلمان ها اعتقاد دارن که داشته و داستانش رو فکر کنم واقعیه، ما میتونیم بهم محمد رو نقد بکنیم. شما مثلا داستان هری پاتر رو اگه بخونین، والدمورت رو اگه بیان قضاوت بکنین که آدم بدیه، میتونین قضاوت، لازم نیست که والدمورت وجود داشته باشه، بر اساس داستانی که براش نوشتن آدم بدیه تو این داستان. خب میتونیم قضاوت کنیم که این بده، لازم نیست وجود خارجی داشته باشه. درسته؟ قبوله، به توافق رسیدیم. ممنونه که فرصت مرسی فعلا، خدافظ.